سلام در ادامه قسمت قبل میخوام بحثم راجع به تست کلاس های خورده گسترش بدم و تو این قسمت میخوام راجع به نست تست کلاس ها صحبت بکنم که ببینیم چی هستن چیزی که ما با هم دیگه کار کردیم توی قسمت قبلی در واقع ما اومدیم یک کلاس کانکریت کامل نوشتیم و یک کلاس آپر هم بود یعنی داخلش کلاس اینر دیگه ای هم نداشت ولی این امکان وجود داره تو جی یونیت که شما بتونید یک بخشی از تست متد هاتون را داخل یک سری کلاس داخلی قرار بدید نه تنها اینر کلاس ها ساپورت میشن بلکه شما میتونید از استاتیک ممبر کلاس ها هم استفاده بکنید کلاس هایی که حالت تو در تویی دارن فقط داخل کلاس اصلیتون اما راجع به اینر کلاس ها هم این صدق میکنه نکته ای که این وسط وجود داره شناخت یه انوتیشنیه به نام اتساین نستد که فقط و فقط برای اینر کلاس ها استفاده میشه چرا باید از اینر کلاس ها استفاده کنیم خب همونطور که میدونین خوبیه اینر کلاس ها اینه که اجازه بهتون میدن که به ممبرهای های آپر کلاس دسترسی داشته باشید در صورت نیاز و این نکته ای که باعث میشه شما اونها رو انتخاب بکنید اما بریم با هم دیگه یه نمونه ای ببینیم خب قبل از شروع فقط بدونیم که قراره هر تغییری الان توی این قسمت بدم و توی یه برنچی میذارم tutorial اسلش 3 nested نستد در جریان باشید اگه خواستید نمونه کود را ببینید خب من توی پروژه سه تغییرات دادم از جمله این که الان در واقع این سکس پارسر ما میتونه الیمنت هایی که با نیم سپیس آیتیونز هستن هم ساپورت بکنه این الیمنت هایی که توسط اپل تعریف شدن و در واقع توی نیم سپیس آرسس من قرار میگیرن این امکانه به ما میدن که یه سری اطلاعات اضافه تعریف بکنیم و این جور الیمنت ها الان خیلی تو دنیای پادکست هم مهم هستن یعنی شما اگه آرسس پادکست تولید میکنید باید الیمنت های آیتیونز هم بدونید بشناسید و اطلاعات بیشتری میتونید برین از جمله اطلاعات مثلا آیا آیا این پادکست من حالت اکسپلیسیت داره تایپش چیه حالت سریالیه و کسی که در واقع نام و ایمیل کسی که داره این در واقع پادکست رو تولید میکنه که حتی توی هر آیتمی اینکه آیا اپیزود چنده سیزن چنده آیا حالت تریلر داره و غیره همه اینا رو میتونید تو داکیومنتیشن اصلی آیتیونز ببینید منم سعی کردم بر اساس همون داکیومنتیشن پیش برم بگذاریم همطور که میبینین الان یه یورایی هم من دارم که وصل به اون پادکست آیتیونز هم و چند تا تست متود تست متود هایی که فقط و فقط قراره که اطلاعات الیمنت های آیتیونز را چک بکنه و نه چیز بیشتری و به خاطر من اونا رو اومدم جداشون کردم و این شکلی بتونم یه تست کیس های شسته رفته تر و تری داشته باشم که بدونم همه قسمت ای آیتیونز فقط توی این تست ها چک میشم خب من میگم یه تصمیمی میگیرم میگم هر چیزی که راجع به الیمنت های آیتی اونزه و من میخوام روشون تست کیسی بنویسم رو میخوام بیام کلاسیفایشون کنم کلاسش رو جدا بکنم با اینکه از لحاظ معنایی به کلاس من رب داره ولی میخوام توی کلاس اینر قرارش بدم یا توی کلاس نست تو در تو قرار بدم یه خورده حالا اسماش اینجا عجیب و غریب میشه ولی بزنیم بگیم استاتیک کلاس ها یا اینر کلاس ها خب من میخوام این دو تا تست متد آخرین رو قرار بدم داخل یه استاتیک کلاس جدید بریم ببینیم چه شکلی میشه تو هم بنویسم استاتیک کلاس آیتیونز پادکست المنت تست یه چیزی شبیه به این و بعد اون دو تا متد تستم رو داخلش قرار بدم خب یه ایراد بزرگی داره الان سکس پارسر توی این قسمت در واقع دیگه استاتیک نیست و من به صورت یک ممبره اصلی از تست کلاس هم تعریفش کردم و بعد توی بی فور ایچ اومدم رو نیو کردم پس احتمالا توی این حالت چون استاتیک کلاسه نیاز دارم که همچین کاری رو مشابه دوباره انجام بدم دور بعد بی فور ایچ رو بگذارم داخل اینجا و حالا میتونم ازش استفاده بکنم خب من هم تو که متد تست رو نگاه میکنم میبینم که یه دونه استرینگ استاتیک هم هست که یو به در واقع آر اس نمونه آیتیونز من آر که شامل الیمنت های آیتیونز منه و الان این مقدار داخل کلاس اصلی فقط توی متد بیفور آلش اومده اینیشیال شده پس احتمالا اگه من بیام این استاتیک کلاس و جداگونه ران کنم چون اون کلاس اصلی لایف سایکل متوداش ران نمیشن در واقع اونو هم به خطا میخورن و همطور که میبینین وقتی که من ران میکنم به من داره میگه که یو ناله و کاری که من اینجا باید بکنم اینه که خب بله باید این مقدار استاتیک را هم موو بکنم داخل در واقع کلاس استاتیک به خاطر همینه که ما معمولا ترجیح میدیم که بیایم در واقع به جای استاتیک کلاس ها از اینر کلاس استفاده بکنیم که نه تنها به ممبرهای های آتر کلاس دسترسی داره لایف سایکل متودهای های کلاس هم اول ران میشن و این شکلی یه ساختار راحتتر و سریع برای خودتون ایجاد میکنیم خب همطور که میبینین الان استاتیک کلاس من راه افتاد اما با یه سری تغییرات خب برای اینکه اینر کلاسش بکنم کافیه که تمامی این تغییراتی که دادم رو ریورت بکنم و بهش بگم که به جای اینکه یه کلاس استاتیک بگیرم میام یه دونه کلاس اینر معمولی میگیرم ولی با این تفاوت که بالای سرش حتما باید یه دونه انوتیشنی به نام نستد قرار بدم الان میبینین که حتی اگه نستد را من به تنهایی کال کنم همه چی با موفقیت انجام میشه و ران میشه حتی اگه من کلاس اصلی را هم ران کنم نه تنها خودش بلکه همطوری که میبینین توی ریزالت اومده اون استد کلاس رو به عنوان یک گروه در نظر گرفته و بقیه در واقع تست متودها ها را داخل اون داره به من به عنوان ریپورت نشون میده و این خودش گزینه بدی نیست شما میتونین اگر تست متودهای خیلی زیادی دارین بخشیش را این شکلی بتونید گروه بندی بکنید که یه قابلیت خانایی بیشتری به کلاستون و یک سازماندهی بهتری برای نگهداری متوداتون داشته باشین پس این هم روشی که میشه توی جیونیت یونیت پنج ازش استفاده کرد اما یه سوال آیا میتونم یه کلاس نستد را داخل یه کلاس نستد دیگه داشته باشم؟ جواب بله هست مثل اینکه هیچ محدودیتی راجب این وجود نداره اگه من یکی دیگه بسازم به نام example nested این nested و بعد بیام بالای سرش دوباره nested را قرار بدم و یکی از این تست متود هام را کات بکنم داخل اون اگه برم دوباره کلاس آتر آتر را کال بکنم میبینیم که همه اونا هست و همچنین باز یه گروه بندی جدیدی داخل اون nested متود من ایجاد شده پس منطقا به مشکلی بر نمیخور